حاجی راحله دوستم کیست؟ پشت پرده انتصاب وی به حیث سناتور را می دانید؟ او چرا دستش را هنگام سوگند یاد کردن بر روی قرآن نگذاشت؟ دلیل اصلی که وی یک بارگی به این مقام رسید چیست؟ محفل عروسی وی که زبان زد مردم شمال است چگونه بود؟ برای دانستن جوابات تمام این موضوعات و مطالب جالب دیگر در مورد وی در ادامه ویدیو با ما همراه باشید و برای دیدن ویدیوهای جالب و دیدنی از این کانال سابسکرایب و لایک را فراموش نکنید. سلام و وقت بخیر بیننده های عزیز به یک دیگر از جالبترین ویدیوهای چینل تاپ سیکرت که این بار بر راحله دوستم اختصاص یافته خوش آمدید. حاجی راحله دوستم فرزند ارشد مارشال عبدالرشید دوستم رهبر ترک تباران افغانستان است. راحله دوستم از خانم اول مارشال در ولسوالی خواجه دوکوه ولایت جوزجان زاده شد و بعد دوره تحصیلات خود را در ترکیه به پایان رساند. مادر راحله اکنون در قید حیات نیست. راحله برای باتور دوستم و یار محمد دوستم حیثیت مادر را داشت و در تربیت و پرورششان نقش مهمی را ایفا کرد. وی بنیاد خیریه دوستم را به عهده دارد. وی سیاست و مردم دوستی را از پدرش به ارث برده است. حاجی راحله دوستم با عنوان نواده زنان نامور تاریخ مثل ملکه گوهرشاد بیگم و نادره بیگم از بانوان نمونه و مثال زدنی عرصه خدمتگذاری و انسانیت است. با وجود این اوصاف که از راحله دوستم نشر شده، اما اکثریت مردم افغانستان با سناتور شدن وی حکومت را به انتقاد گرفته و گفتند که ایشان هرگز در دنیای سیاست تجربه نداشته و هرگز مستحق این نبوده است که یک بارگی سناتور شود. در حالی که اشخاص دیگر چندین سال در این زمینه فعالیت داشته و تجربه بهتر نسبت به دختر مارشال دوستم دارد، ولی به خاطر که راحله دختر دوستم است، این جهش های یک بارگی در افغانستان چندان تعجب برانگیز نیست. موضوع دیگر که بسیار مورد توجه قرار گرفت و اکثرا مردم گفتند که این شخص به ظاهر سناتور شده است تا حامی غنی در این روزها که حرف از حکومت موقت است باشد و دلیل اصلی انتصاب وی به این درجه نیز گمان می رود همین باشد، به خاطر که چند قبل ترفندهای زننده اشرف غنی سران مجاهدین را به سطوح آورده بود و آنها را دانه دانه از چوکات حکومت حذف کرده بود. حالا که بحث حکومت موقت پیش آمده، اشرف غنی دوباره می خواهد سران مجاهدین و یا فرزندان آنها را در پست‌های دولتی بگمارد تا توجه سران مجاهدین را دوباره جلب کرده و آنها را از حمایت دولت موقت منصرف کند. دلیل مردم نسبت به ظاهر بودن مقام راحله دوستم این است که وی در روز قسم یاد کردن دستش را بر روی قرآن نگرفت و فاصله بین دست وی و قرآن وجود داشت، در حالی که دست وی باید دقیقاً قرآن را لمس می کرد. عده مردم نیز می گویند در دفترهای دولتی که برویم حرف اولشان این است که چند سال تجربه کاری داری، در حالی که این خانم هیچ تجربه‌ای در سیاست ندارد و قسمی که معلوم می شود دستش از قرآن شریف خیلی بالا است که این هم از بی تجربه بودن وی می باشد. به هر حال این خبر خوشی برای طرفداران حاجی راحله دوستم است که وی چند روز قبل از سوی رئیس جمهور کشور به حیث سناتور انتصابی در مجلس سنای کشور معرفی و رسماً سوگند وفاداری یاد کرد. راحله دوستم که یک بخش عمرش را با مشکلات زیاد صرف تحصیل و خدمت به برادران و خواهرانش کرده و از چند سال به این طرف در خصوص رسیدگی به مشکلات خانواده های شهدا، انسجام زنان برای تأمین حقوقشان
و همکاری با اهل علم و فرهنگ و هنر مشغول است. حاجی راحله دوستم در حالی که ایام طفولیت و نوجوانی را با تحمل سخت‌ترین شرایط گذشتانده، اما صبر، تحمل و بردباری توأم با استقامت وی را یکی از مبارزان واقعی در خصوص تأمین عدالت اجتماعی و خصوص تأمین حقوق زنان در کشور تبدیل کرده است. حاجی راحله دوستم از فاکولته اداره و دیپلماسی فارغ شده است. راحله می گوید که بزرگترین هدفش خدمت به مردم و خانواده های قربانیان راه حق و عدالت افغانستان است و در این راستا تا آخرین مرحله از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمی ورزد. راحله دوستم ازدواج کرده است و به گفته وی محفل ازدواج وی نمونه‌ای بر تمام زنان افغانستان می باشد. محفل عروسی راحله دوستم فرزند بزرگ مارشال دوستم رهبر ترک تباران در یکی از قریه های ولسوالی خواجه دوکوه ولایت جوزجان برگزار شد. عروسی او برخلاف تصور دیگران در یک دهکده با سادگی و بی‌آلایشی تمام و بدور از تجلل و مصارف هنگفت تجلیل شد. این عروسی در جامعه‌ای که به شدت تحت تأثیر مصارف هنگفت و خانمانسوز است، یک گام مهم و ارزشمند برای کمرنگ کردن این رسوم ناپسند است و مردم به همچنین الگوهای نیاز دارند تا یاد بگیرند جشنها را می شود بدون مصارف زیاد و با سادگی هم برگزار کرد. مردم از اینکه عروسی راحله دوستم به شکل سنتی در سرزمین پدریش با حضور مردم محل در یک فضای پر از صمیمیت و دوستی برگزار شد خوشحال بودند و می گفتند رهبر کار شایسته‌ای انجام دادند که عروسی دخترش را با سادگی تجلیل کردند. این اقدام برای ماهایی که توان مصارف زیاد را نداریم کمک می کند. امیدواریم این فرهنگ نهادینه شود تا در آینده هیچ دامادی پس از عروسی زیر بار فقر خم نشود. عروسی راحله برخلاف عروسی با تور دوستم پسر مارشال دوستم که در هتل مجلل و با مصارف بالا برگزار شده بود بدون مصارف هنگفت و خیلی هم ساده برگزار شد. مردم محل از عروسی راحله استقبال خوبی داشتند و این را یک اقدام مردم دوستانه ی رهبرشان دانستند. و اما شوهر او کیست؟ راحله دوستم با پسر کاکایش ازدواج کرده بود. بر روایت بعضی از آشنایان آنها، راحله و شوهرش بین هم اختلاف زیادی داشتند و دلیل اینکه راحله یک بانوی زیبا تحصیل کرده و توانمند است، اما شوهرش لایق او نبوده و چشمش به دنبال زنان دیگر بوده. به همین دلیل 2 سال بعد از ازدواج راحله دوستم از او طلاق گرفت. بیننده های عزیز و مهربان، ممنون از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً نظریات، پیشنهادات و انتقادهایتان را در قسمت کامنت با ما شریک سازید. و فراموش نشود برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب و دکمه زنگوله را نیز فعال کنید. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.